دومین نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون توافق به پایان رسید. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که دیدارش با رهبر کره شمالی پس از آن به نتیجه به پایان رسید که پیونگ یانگ در بدل مسدود ساختن ساحه هسته‌ای یانگ بیان خواستار رفع کامل تعزیرات از جانب ایالات متحده شد. اساساً آنان خواستار رفع کامل تعزیرات بودند و ما چنین کردن نتوانستیم. آنان حاضر بودند که یک بخش بزرگ از ساحاتی را که ما خواستار آن بودیم غیر هسته‌ای بسازند، اما ما نتوانستیم که همه تعزیرات را رفع کنیم. بنابراین ما به کار خود ادامه می‌دهیم و می‌بینیم که چی خواهد شد. با وجود آن که این نشست بدون توافق به پایان رسید، اما رئیس جمهور ترامپ گفت که او بر کیم جونگ اون باور دارد که مطابق وعده خود مبنی بر تلاش برای خلع سلاح اتمیش به جزیره کوریا عمل خواهد کرد. یکی چیزهای مهمی که شب گذشته کیم جونگ اون به من وعده داد این است که او آزمایشات راکت ها و آزمایشات اتمی را انجام نخواهد داد. بنابراین من به او باور می کنم. امیدوارم که درست باشد. در واکنش به پایان یافتن نشست امروز در ویتنام، کره جنوبی گفته است از اینکه رهبران ایالات متحده و کره شمالی نتوانستند به یک توافق برسند متاسف است، اما برای ادامه مذاکرات فعال میان هر دو طرف ابراز امیدواری کرده است. حکومت چین گفته است که در طول یک سال گذشته شبه جزیره کوریا شاهد یک روند فوق العاده بود و اضافه ساخته که واشنگتن و پیونگ یانگ به خاطر رسیدن به یک توافق سیاسی مسیر درست را انتخاب کردند. امیدوارم که کره شمالی و ایالات متحده به مذاکرات خود ادامه دهند، از خود صداقت نشان دهند، احترام داشته باشند و نگرانی های مشروع یکدیگر خود را مد نظر گیرند و به خاطر ترویج خلع سلاح اتمی به جزیره کوریا و تامین میکانیزم صلح با هم کار کنند. در عین حال روسیه نیز گفته است از اینکه مذاکرات میان هر دو طرف به گونه کامل به ناکامی انجامیده است خرسند می باشد، اما اضافه کرده که به خاطر عدم موجودیت انعطاف پذیری که می توانست باعث یک پیشرفت می شد متاسف است.